صحبت میکردی چی کار به حبیبی مادر مرده داری؟ جنابی این معلم بدبخت از بس با بچه های مردم سر کله میزنه جون نداره. درست نیست بزنمش بشه این میگه که هیچ کس نباید اونو تهدید کنه ولی خودش داره ما چهار نفر رو تهدید میکنه. اما من دیگه اجازه نمیدم که از این شب مزاحم من یکی بشه. اگه یه قدمی دیگه طرفش برداری میذارم میرم خونه مادرم دیگه بر نمیگردم. تو رو به خدا بیا بریم خونمون از این. نه من باید امشب این جنازه رو رد کنم. این گونی رو بیارم تو خونه. من امشب 40 ساله میشم. تصمیم داشتم از امشب یه طور دیگه ای زندگی کنم. الان مدتیه که توی حسابای بانکم دارم اشتباه میکنم. نه دیگه اجازه نمیدم آدمای مثل جنابی مزد کنم. من فکر کنم که هممون بریم خونم. کشنه ایم آقای حبیبی بلکه شما این کمکی رو بتونید نمورده این بیچاره حالت قش و سر داره. الان چند دقیقه از اینجا افتاده قش کرد. من دارم میرم خدمت آقای فیاضی از همونشان به اوشان سر آقای خودم این چیکار میکنم؟ ولی من فکر نمیکنم واقعا لزومی داشته باشه ما به این چیک مزاحم آقای فیاضی. بله همیشه هم اینجوری بوده. خودش حالش جا میاد. خودش حالش جا میاد. باید یه کاری بکنیم همینطوری که نمیتونیم اینو بذاریم اینجا. بیماری سر داره خودش خوب میشه. تو چرا اینو ناراحت میکنی؟ خب چرا یه کاری نمیکنی؟ خودش خوب میشه. هر طور خودتون صلاح میدونید. چیزه خوب شد دیدمتون. میدونی بابام گفتش که شما بزرگی کنید و یه سری به بابا بزنید. به خدا خودم داشتم میومدم. ببین یه کمی بیشتر باهاش مدارا کن. آقای حبیبی شما لطف کنید با دوشیزه مینا تشریف ببرید خونه. ما خودمون ترتیب جنازه رو میدیم. پس با اجازه خواهش میکنم بفرمایید. با دوشیزه مینا ماشاءالله. ایشالله در این اسباب کشی میکنین ها. بله میدونید آخه دکتر گفته که هوای اینجا برای ریاهای بابا اصلا خوبه. آه میریم به یه جای خوش آب و هوا ننه. آخ که چی بگم. ببینم این مادر تو همینطوری سر مرحوم نصرالله رو خورد. آقا اونو ولش کن. اگه آقای فیاضی بیرون بیان خیلی بد میشه. هرچی باشه یک مقام دولتی هستن. آخه تکیه خانومی که شوهرم تو هیئت دولته هر روز گذرام و کلارم میبینه. بفهم پس باید آدم خوبی باشی که اجازه داده دخترش وقت یه معلم بی پول در بیاد. خب خوبیش که خوبه ولی فایدهش چیه؟ اجازه نمیده این دوتا با هم زندگی کنه. پس شما بابا از اینجا میری ننه؟ راستش مجبورم. چرا ما میدونی؟ ما چهار نفر باید بدونیم این گونی رو بکشیم ببریم. نه گونی الکتریکی
تا بهش دست میزنیم جنازه از اون دنیا بر میزنه. ما باید اول بریم اون جنازه رو رد کنیم. بریم یلا بیا خوش رو بیترم لسا جز بیره دلم این دفعه دیگه خودم قردت میکنم. جلویم را بریدن، خونم را دزدیدن، پروردگارا کی دزدیده؟ کجا رفته؟ حالا کجاست؟ کی؟ نه به ایش پرید! این که خودم عقلم زائل شده، نمیدونم کجا هستم، چه میکنم؟ افسوس پول بیچارم، پول نازمینم، از آن لحظه که تو را از من رو بودن، مرا از تو جدا ساختن، دیگر کار من تمام است، دیگر زندگی بر من حرام است. ای پول عزیز، ای یار جانی، زندگی بی تو برای من حرام است، کارم تمام و حسابم با کرام الکاتبین است، دارم میمیرم. مونها بدو شدم، توی قبر خوابیدم. کسی که این کار رو کرده با دقت هرچه تمامتر دقیقه شماری میکرده و در همون وقتی که من در خواب بودم فرصت و غنیمت چه مورده و پولهای من رو دزدیده. بیدار شمید، بیرون بید، من یکی جهلی من رو استنتاق کنم. این ازدهان برای چیز، چشمم به هر کس میافته، در نظرم همون کسی که پول من رو دزدیده. آیا بلا بی سر صدا برای چیه؟ آیا بیرون بید، شما راجع به چی صحبت میکنید؟ آیا راجع به اون آدمی است که پولهای من رو دزدیده؟ چرا اینطوری به من خیره خیره نگاه میکنید؟ میگم مرداد خان برگشته داره نمایش میده. نمایش چی؟ این سرسده ها برای چیه؟ شبتون بخیر آقای فریازی. شب بخیر. آه ای ونسان ونگو، اگر تو بودی چه میگفتی؟ هنوز هم سیب زمینی خورهای تو موضوع شاهکارهای هنری؟ بس کن، این چه وضعیه؟ این چه سر صدای را انداختی؟ آقای فیاضی شبتون بخیر، به این میگن تئاتر خیابانی. اولا اینجا خیابان نیست، کوچه است. دوم اینکه این موقع شب کی تئاتر خیابانی بازی میکنه؟ در ضمن خیلی خوشحالم که شما رو میبینم، انشاءالله که برای همیشه باشه. این هم اتفاق بسیار خوبی بود که قبل از رفتن از این کوچه دوباره شما رو میبینم. آقای فیضی، مگه شما از این کوچه میرین؟ بله، داریم اسباب کشی میکنیم. خیلی بد شد، من نظراتی داشتم که میخواستم از طریق شما به سایر مقامات دولتی ابلاغ بشه و اگه اجازه بدید همین الان عنوان کنم. اولا بهتون توصیه میکنم که نظریاتتون رو برای خودتون نگه دارید. ظاهرم مثل این که شما به زندان خیلی علاقه دارید. اون که ما این موقع شب خیلی کار داریم که باید به اونها برسیم. شما بهتر بفرمایید یک لباس مناسب بپوشید بعد تشریف بیارید. بفرمایید. آقای فیاضی چرا اینقدر منو تهدید میکنید؟ من همین جوری هم پروندم خراب شد. آقای فیاضی پس چی جا بسرید؟ ببینم ما امشب کلی کاریم. ما این مقام دولتی هم از اون حرفات بوده که تو توی دهن این مردم انداختی. چی گفتم؟ گفتم تو هر روز وزیر و کلا رو میبینی؟ دروغ گفتم؟ این دختره چرا رفتی کنار اون وایستاده؟ مرد چقدر ایراد میگیری؟ خب دختره عقد کردشه. عقد کردشه که عقد کردشه، حالا باید جلوی چشم همه بره با اون حرف بزنه. من در جای دیگه پاره سر این دختره خواهم. آقا فیاضی، اگه کمکی لازم دارید تعارف نکنید. آه خیلی متشکر از لطف شما. اگر دو تا گونی خالی داشته باشید. بله این بشید که در این خیلی را بله خواهیش من بفرمایید. ایداد ایداد کمال تو رو خدا بگو ببینم بابا چی گفت. بابا یه سال مولد داده، گفت اگه نتونم تو رو بخونم ببرم عقد رو به هم بزن. ای ببین تو اصلا ناراحت نباشی یا چون من مطمئنم بابا عقد رو به هم نمیزنه. میدونی اون امشب خیلی عصبانیه، خودت که دیدی وقتی آروتر شد خودش به هم سر میزنه. اصلا منم تا رسیدی برات نامه میدم. من از تو شرمنده ام، تو این همه مدت نتونستم از این زیرزمین بیام بیرون. دیگه این حرفو نزنی ها. خب من اینجوری باید به این زندگی کمک کنم. میگم اگه رسمی بشم شاید بتونم تقاضا به بمب مسکن بکنم. جنابی حالتون چطوره؟ من حالت بد بود آقای حبیبی. شما کی تشریف آوردید؟ من خیلی وقت آقای جنابی. آقای حبیبی از حضورتون تقاضا میکنم که به این عده محترم و محترمه بگی که زلزله صدا داشت. آخه هی اونی داره هزیون. بله من دارم هزیون میگم.
شما میخواید همه این سوزمین یه رو بالا بکشید اما من یکی نمیذارم ببینید من فکر میکنم دیگه حالشون خیلی بد شده ما باید داغل به یه دامپزشک بله کاملا درسته آقای حبیبی این خواهش زیادیه که شما بفرمایید زلزله صدا داره؟ ببینید آقای جنابی من اصلا نمیدونم منظورتون از این حرفه من الان توضیح میدم این آقا از سر شب پیله کرده که زلزله صدا داره یعنی قبل از اینکه زلزله بیاد ما صدای اون رو میشنویم البته زلزله صدا داره نگفتم بالاخره یکی پیدا شد که حرفای منو باور بکنه اما آقای جنابی لازم به توضیحی که فرکانسی که گوش ما دریافت میکنه قادر نیست صدای زلزله رو که از اعماق زمین به گوش میرسه بشنوه ولی بعضی از حیوانات از قبیل سگ از به دلیل اینکه فرکانس شنوایی آنها با فرکانس شنوایی انسان فرق داره میتونه این صداها رو بشنوه و چون این صداها برای آنها صدای عجیبیه حرکات جنون‌آمیز از آنها سر بله کاملا درسته چی؟ یعنی فلواقع حیوانات هم که صدای زلزله رو قبل از وقوع زلزله میشنون آقای حیوانات من اگر اشتباه نکرده باشم این آقای جنابی خودش یا یکی از بستگانش یه فرقی با بقیه مردم دارم باید به شما اخطار بکنم تنها فرقی که بین ما هست اینه که ما دوست سیب زمینی خافه میشی هرچی از سال شب تالا گفتی بس نبوده حالا به ما فوقتانم میزنی دیگه در اون روی سگ من رو بالا حبیبی باید بدونه که اینا از سر شب تا حالا این گونی سیدنینی رو که از تریلی فایل نداختن ایخواد چند تا چطور آقای جنابی رو ببریم خونه؟ میبریم نه موضوع سیب زمین رو به آقای فیاضی بگیم بعد ایشون فکر کنه. خاطر حافظ نمیگه. همین جوشم کلی آبروریزی شده. حالا اگر یک مقام دولتی هم در جریان امر قرار بگیره اصلا مسئله یه شکل دیگه ای پیدا میکنه. آقا چرا اینقدر سخت میگیرین ننه؟ ما این گونی رو میبریم خونه. اگه صاحبش پیدا شد خب بهش میدیم. اگرم نشد میدیم به یه فقیر بیچاره اگه اجازه بدید اولم این گونی رو میبریم چون که به اون جنازه دست میزنیم از اون دنیا برمیگردیم شما موافقت کنین حال قضیه تو پر کنده بشه آقای غلامی تو رو خدا اگه به کمک من اتیاد به خدا اتیاد نداری برو اکبر آقا بودی بیت کمک کنید شما ما در اون جنازه چلو چشو چی میگی؟ دست پاشو بگیریم به نظرش تایی کوچه چی؟ بس دست پاشو بگیریم بایی که بیت اکبر بگیریم بایی که بیت اکبر 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 بایی
خود گونه های یک دیگر را در هم کوبید، ببزید، خشم کنید. شما ای رگبارهای شدید آسی و ای ابرهای طوفانهای دریایی، آنقدر ببارید تا برج و باروهای ما را غرق دهاب سازید. ای عمو، ای آب تبرک دربار، در خانه خشک بودن بهتر از بیرون بودن در زیر این باران است. عموی مهربانم، داخل شو و از دخترانت پوزش بطلب. این شبیست که نه به بیخردان رحمی کند و نه به باخردان. این دفعه آقای فیاضی حتما متوجه میشه. ها بیانجون، نمیشه یه شب دیگه تیار بدی ننه؟ انچه فریاد نبیل شاوید نکشید. آقا بایی کنشو بگید. اگر همین الان این سر و صدا رو قطع نکنی، تلفن میکنم کلانتری به جرم مزاحمت امشب رو در زندان بگذاری. خب یوزی، چرا که خودی واسه درد سر درست میکنی؟ تو تازه یه ساعت آزاد شدی ننه؟ آقای فیاضی، شما یک امشب در کوچه ما هستید، ما دیگه کجا میتونیم شما رو ببینیم؟ یه مقام دولتی تو این کوچه بود که ما میتونستیم حرفامون رو بزنیم. بازم گفت مقام اگر شما کاری دارید بیایید بنشینید و با هم حرف بزنید. این چه روش صحبت کردنه؟ بله. از شما خواهش می‌کنم بریم خونه‌هاتون. شما نمایش رو تعطیل کنید، ما امشب کلی کار داریم. آقای فیاضی، من اونجا که بودم تحقیق کردم، کتاب خوندم، باید نظریاتمو ارائه بدم. گفتم که این نظریات عنوان کردن نداره. چی کارش داری من؟ بذار حرفشو بزنه. من تو کافی دختر ازش آمد. بفرمایید. آقای فیاضی، میخواستم اولا از شما تقدیر کنم که اجازه دادید دخترتون با یک معلم که سمبول فرهنگ است ازدواج کنه. شما حق ندارید در زندگی خصوصی افراد دخالت کنید. میخواستم از شما تعریف کرده باشم. بفرمایید آقا، بفرمایید. در تمام این سالها آرزوی من این بود که یک مقام دولتی به سخنرانی من گوش بده، شاید نظریات من برای مملکت مفید باشه. میخواستم بگویم همه چیز در طبیعت از طرف خداوند برای ما به ودیعه گذاشته شده است و اگر ما از آنها درست استفاده نکنیم به این مواهب الهی پشت کردیم. حال من خوب نیست و سخنرانی را کوتاه میکنم و به چند سوال اکتفا میکنم. یک، اگر از محصول درخت مو شراب هم تعیین شود، آیا باید درخت مو را قطع کرد؟ چرا بهتان میزنید آقا؟ کجای این مملکت درخت مو را قطع کرد؟ اجازه گرفتید که حرف بزنید، اما دیگه حق ندارید آسمون ریسمون بنده باشید. آقای فیاضی، اون یک مثال بود. بفرمایید، شما هم بفرمایید. شما امشب در دره هیچ کس کوچه رو ترک نکنه. هیچی معلوم است اینجا چه خبره؟ ببینید آقای فیاضی، این آقا از سر شب بیله کرده که قرار امشب تهران یه زلزله بیاد. آقای فیاضی، به حرفای اونا گوش نکنید. اونا میخواد این گونی سیب زمینی رو که از اول شب از تریلی پایین انداختن بردارن بین خودشون تقسیم کنن. چون من مزاحمتون شدم، حالا میخوام من آدم را که حرفایی را که تو بیداری میزهی تو خواب تکرار کردی. جاسوسه جاسوسه جاسوسه. این طرف مینا، بیا این طرف. چشم داغ به دل نمیده. راستی موضوع زلزله